به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد تازه که همین حالا به دسترس ما قرار گرفت. 8 صبح گزارش می‌دهد افراد مسلح دو دختر جوان را از مربوطات ناحیه سیم شهر شبرغان پس از ضرب و شتم بازداشت کرده و به جای نامعلوم بردند. منابع محلی به 8 صبح میگویند که بعد از ظهر دوشنبه 3 فرد مسلح سوار بر موتر فیلدر به رنگ سفید دو دختر جوان را در مربوطات ناحیه سیم شهر شبرغان بازداشت کردند. بر اساس معلومات منابع، این افراد که مربوط به گروه طالبان هستند، این دختران را مورد بازجویی قرار داده و گوشی های آنان را ضبط کردند. بر اساس گفته های این منابع، پس از مدت افراد مسلح برای این دو دختر سلاح کشیدند و با ضرب و شتم آنان را با خود بردند. منابع ادعا می کنند که این نیروهای طالبان از بستگان مقام های این گروه اند و بیشتر با قماندان های مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزراء این گروه، در شهر گشت و گذار می کنند. تا کنون مشخص نیست که این دو دختر جوان به کجا برده شده و به چه اتهام بازداشت و مورد خشونت قرار گرفتند. جزئیات انفجار صبح امروز در مزار شریف. منابع محلی در بلخ و سلام وطندار میگویند که حوالی ساعت 7:15 صبح امروز انفجار نیرومند در مربوطات شهر مزار شریف مرکز این ولایت رخ داده است. به گفته منابع، در این رویداد یک موتر مسافربری 9580 عامل کارمندان مواد نفتی بندر حیرتان در مربوطات چهارراهی سیدآباد شهر مزار شریف آماج انفجار ماین قرار گرفته است. منابع می افزایند که این موتر در حال جمع آوری کارمندان مواد نفتی بندر حیرتان بوده که هدف انفجار قرار گرفته است. در این حال مسئولان در شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی می گویند که از انفجار صبح امروز در شهر مزار شریف 8 کشته و 10 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. منابع غیر رسمی اما تلفات این انفجار را بیشتر می گویند. از سوی هم محمد آصف، وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ، با تایید رویداد و سلام وطندار می گوید که انفجار در منطقه سیدآباد از مربوطات ناحیه سیم شهر مزار شریف رخ داده است. سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ می افزاید که در نتیجه این انفجار 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او، تمام کشته شدگان و زخمیان کارمندان بندر حیرتانند. آقای وزیری می گوید که انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در موتر عامل کارمندان مواد نفتی بندر حیرتان بوده است. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. نور محمد، کارکن صحی در ولایت سرپل و سلام وطندار، می گوید که برای روستانشینان آگاهی دهی و عرضه خدمات اولیه صحی می کنند و بابت آن ماهانه 100 افغانی حقوق به دست می آورد که برایش بسنده نیست. نور محمد می افزاید مسئولیت اساسی ما آموزش دهی مسائل صحی، درمان بیماری های معمولی، تقویت سیستم رجعت دهی و شفاخانه ها، عرضه خدمات تنظیم خانواده و در جامعه و شرکت در کارزارهای تطبیق واکسین می باشد. اما ما ماهانه 100 افغانی حق الزمه داریم و این کافی نیست. با این حال مسئولان وزارت صحت عامه تایید می کنند که حقوق کارکنان صحی با توجه به کارکردانان اندک است. حبیب الله خانزاده حامد، معین اعضای خدمات صحی وزارت صحت عامه، می گوید که برای افزایش دستمزد کارکنان صحی تلاش می کند. خبر وحشتناک از پنجشیر. منابع محلی در پنجشیر از ادامه بازداشت باشندگان این ولایت از سوی طالبان خبر می دهد. منابع ناوقت روز دوشنبه در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که تنها در 3 روز اخیر طالبان دست کم 6 تن از باشندگان ولسوالی دره را در ولایت‌های پنجشیر و کابل به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. به گفته منابع طالبان، صبح روز دوشنبه یک دکاندار را از بازار ولسوالی دره بازداشت کردند. این مرد گلزارخان نام دارد و خوراک فروش است. بر بنیاد ادعای منابع طالبان، 5 تن از ساکنان ولسوالی دره ولایت پنجشیر را از بخش‌های مختلف کابل نیز بازداشت و به جای نامعلوم انتقال دادند. با گفته منابع، افراد بازداشت شده غیر نظامی‌اند و هیچ ارتباطی با جبهه مقاومت ملی ندارند. دختران زخمی آموزشگاه کاج برای درمان به پاکستان رفتند. مدیر مسئول اجرایی آموزشگاه کاج می گوید 7 تن از دانشجویان آموزشگاه کاج صبح
14 ماه قوس برای درمان به پاکستان رفتند. غلامرضا امید میگوید فاطمه سروری، نازدانه محمدی، سیاموی محمدی، شکری علیزاده، حدیثه نظری، حکیمه ظریفی و هواگل ایدری که در عمله بر آموزشگاه کاش در 8 ماه میزان در منطقه دشت برچی کابل زخمی شده بودند، روز دوشنبه 14 ماه قوس برای درمان به پاکستان فرستاده شدند. مسئولان این آموزشگاه میگویند زینب عطایی، فاطمه امیری و نجیبه عاطف، 3 تن دیگر از این زخمیان نیز تا چند روز دیگر برای درمان به ترکیه فرستاده خواهند شد. مسئولان آموزشگاه کاش میگویند که هزینه درمان این زخمیان را شماره از شهروندان افغانستان که در بیرون از کشور زندگی میکنند میپردازند. اطلس پرس مینگارد احمد مسعود، رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید که جز مقاومت نظامی در برابر ظلم طالبان رای دیگری وجود ندارد. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت تا زمانی که طالب به ظلم، جبر، استبداد و جهل خود ادامه بدهد، چاره جز رای نظامی و دفاع از خود نداریم. او همچنین گفت که اما هر زمانی که طالبان برای پذیرش رای معقول و منطقی آماده شود، جبهه مقاومت آماده مذاکره و گفتگو است. احمد مسعود گفت ما دریافتیم که طالبان نه تنها هیچ تغییری نکردند، بلکه هنوز به سیاست تکروی، تهجر و سیاست استبدادی خیش بیشتر تاکید دارند. و در پایان، فرامرز عظیمی روی برگه فیسبوکش با نشری نکس می نگارد آنچه توانسته است تمام پشتونها را دور یک میز جمع کند. او هدف مشترک همان اقتدار سیاسی است، اما تیکه‌داران و رهبران تاجک هنوز در پی اینند که در کنفرانس امنیتی هرات چرا پرچم سیرنگ و سرود ملی شیرنستان نیامده است، چرا بحثا را روشن مطرح می کنید که دل کرزه غنی، اتمر، محب، سیاف و غیره برنجد، چرا شما می گوید مشکل افغانستان قومی و تباری است، چرا می گوید هویت و اقتدار سیاسی و غیره و غیره. شیرنست ها برای هدف مشترکشان دست به هر کاری می زنند، اما از ما برای فریب مردمشان و دادن حس بردگی به آنها هر رذالتی را انجام می دهند. شوینست ها با جسارت تمام خواسته هایشان را مطرح می نمایند و از هیچ کسی و گروهی نمی ترسند، اما از ما زیر زبان سخن می گویند، با ترس و محافظه‌کاری سخن می گویند، یک دیگر را فریب می کنند و از خون مردمشان تغذیه می کنند. پی نوشت مهم چگونگی تصویر نیست، مهم این است که پشتون ها برای یک هدف مشترک کار کرده و می کنند. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر و درود.